نبرد میان حماس و اسرائیل وارد ششمین روز خود شد اما در این میان آنچه اتفاق افتاده چرخه خشونتی است که موجب قربانی شدن بیگناهان فراوانی گردیده است این درگیری‌های های خونین واکنش های مختلفی را به همراه داشته و از جمله دفتر آیت الله لزمان سیستانی درباره درگیری‌های های بین فلسطین و اسرائیل بیانیه ای صادر نموده است با هم گزارش علی اکبری را ببینیم دفتر آیت الله سیستانی با انتشار بیانیه‌ای به فاجعه انسانی جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش نشان داده و در بخشی از این پیام آورده است نوار غزه این روزها در معرض بمباران مداوم و حملات شدید و کم سابقه قرار دارد و خسارت و مشکلات بسیاری برای مردم بینوا به بار آورده است در این بیانیه با اشاره به قربانی شدن و زخمی شدن بیش از 6000 هزار غیر نظامی بیگناه آمده است این حملات موجب آوارگی شمار زیادی از مردم و تخریب مناطق مسکونی گسترده شده است این بمباران ها مناطق مختلفی را هدف گرفته به طوری که مکان ایمن برای پناه مردم باقی نمانده است در بحران جاری بین اسرائیل و فلسطینی ها که پس از حمله ی روز شنبه حماس به اسرائیل آغاز شد تا کنون دست کم 1200 نفر در غزه و 1300 نفر در اسرائیل کشته شدند و هزاران نفر دیگر نیز مجروح گردیدند گما می حدود 150 گروگان اسرائیلی و نیز تعدادی از شهروندان دیگر کشورها در اختیار حماس باشند از ساعت اولی بامداد شنبه پانزدهم مهر هزاران موشک از غزه به اسرائیل شلیک شد و ده ها نیروی مسلح فلسطینی به شهرک های اسرائیلی نفوذ کردند ارتش اسرائیل هم پس از حملات حماس به صورت گسترده و مرگبار علیه نقاط مختلف منطقه غزه حملات خود را آغاز و همچنان این حملات را ادامه می دهد. به دلیل از کار افتادن نیروگاهی در نوار غزه به دلیل کمبود سوخت برق این منطقه برای بیش از دو میلیون نفر به طور کامل قطع شده و همکنون در این شهر محاصره شده برق آب و گاز وجود ندارد حملات اسرائیل همچنین به دهها ها ساختمان مسکونی، دفاتر شرکت های مخابراتی و ساختمان های دانشگاه اسلامی غزه خسارت زیادی وارد کرده است. درگیری اخیر میان حماس و اسرائیل گیری متفاوت تر سران دولت ها و مقام های بین المللی و حتی مردم دنیا نسبت به نزاع های پیشین را به همراه داشته چرا که در گذشته همواره به جز برخی از کشورهایی که همواره حامی اسرائیل بودند اغلب مردم سازمان های حقوق بشری و بین المللی و حتی مقام های دنیا نسبت به مظلوم واقع شدن مردم قزه و مشروب بودن حق دفاع برای حماس تصریح داشتند اما این بار شاهد مواضع متفاوت تر از گذشته و کاملا فضای دو قطبی در قبال این حادثه در سراسر دنیا هستیم و دیگر همچون گذشته انگشت اتهام فقط به یک سو دراز نمی شود. در پی این حملات دولت ها و مقام های, کشور های مختلف همچنین سازمانها و شخصیت های بین المللی در قبال این فاجعه انسانی واکنش های گوناگونی از خود نشان دادند با به تناسب دیدگاه های خود یکی از طرف های درگیر را مقصر اصلی دانسته و به جنایت جنگی متهم کردند و یا به هر دو طرف ارتکاب جنایات جنگی را نسبت دادند و یا در برخی موارد هم دو طرف را بخیشتن داری و تلاش برای گفتگو برای دستیابی به آتش بس دعوت نمودند لازم به ذکر است که تلاش های فراوانی برای پایان دادن به این درگیری های خونین و فاجعه انسانی توسط نهادهای بین المللی و مقامهای کشورهای مختلف طی ارتباط با هر دو طرف درگیر صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و امید از هرچه زودتر شاهد پایان یافتن هرچه سریعتر چرخه خشونت که موجب قربانی شدن بیگناهان فراوانی تاکنون شده باشیم. علی اکبری اخبار شیعه